قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی آشنای جامعه ایرانی فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. درود بر همه شما عزیزان هموطن، فارسی زبانان در همه جای دنیا، واقعا به همه تون درود میفرستم و امیدوارم که حالا این سال نو میلادی برای همه پیامدهای خوبی داشته باشه برای مملکت ما و سایر ممالکی که فارسی زبان هستن و اشکالات دارن. با نام و یاد خداوند جان و خرد، خداوندی که جان را در ما دمید و خرد را در ما نهادینه کرد. اگر بدونین که اون خرد درونمون چقدر کارایی داره و ما اصلا توجه بهش نمی کنیم، ظاهر همه مظاهر مادی و ظاهری رو ممکنه خیلی مد نظرمون باشه و جذب اون بشه، مثلا همه جای دنیا. حالا تو ایران رو من دارم میگم که ایرونی ها، هموطنهای ما ایرونی هایی که حتی اینجا هستن و یا همه جای دنیا هستن، یاد بگیریم از اون خرد درونمون در نهایت برای بهتر شدن شرایط زندگیمون، رابطه‌مون با دیگران. رابطه ای ما درسته که باید با خانواده رابطه بسیار صمیمی و مهربانانه و بدون قلقش و با صداقتی داشته باشیم، اما میتونیم با بقیه هم نوعان خودمون، حالا هر جای دنیا هستین، با همزبانان، با کسایی که حتی بیگانه هستن، که ما رابطه خوبی برقرار کنیم، رابطه بر مبنای صداقت، محبت و صمیمیت و پذیرش. سویت سورندر یعنی پذیرش شیرین، یعنی آدم ها رو آنطور که هستن بپذیریم، نه اونطور که من میخوام. این اشکالی که زن شوهر رو دارن چیه؟ زن دلش میخواد مرد اونطوری که اون میخواد باهاش رفتار کنه، مردم متقابلا همونو میخواد. هیچ کس حاضر نیست این وسط بیاد و یه تغییری در رفتاراش بده، هر کدومشون، و بتونن با هم هماهنگ باشن. و متاسفانه هر کس وقتی من خودشو میخواد زندگی کنه مشکل به وجود میاد. ایگوی ما میتونه کار دستمون بده، میتونه اشکال تو روابط ایجاد کنه و این یکی از مسائلیه که حالا ما بین زن و شوهرها هست، بین افراد خانواده هست، بین ما با همکارامون، همنوعامون و خیلی چیزها. این که بیایم، من چیزی که همیشه دارم میگم، الان ببینید من 20 ساله تو تلویزیون هستم و توی ایرانم که من استاد دانشگاه علوم بسیستی علوم تمام بخشی بودم، تو رشته لیسانس و فوق لیسانس درس میدادم تا موقعی که اومدم امریکا سال 2000. پس بنابراین مرتب
حواستون باشه که دارین چی کار میکنین، چه رفتارایی رو میخواین تغییر بدین. میخواین همونی که بودم هستم، همینی که هست میخوای بخوا میخوای نخوا، نه زن شوهر رو، نه من نمیتونم تغییر کنم، یا خانم دکتری خانم ما رو باش کار بکنین، یا اون میگه شوهرم میارم شوهرم تغییر کنه. یعنی اینقدر ما نسبت به تغییر مقاومت داریم، فکر میکنیم اون رفتارهایی که ما داریم خیلی گل گلابی، مثلا حرف نداره و اون یکی مشکل داره تو رفتارش، اون باید بیاد تغییر کنه. یا در ارتباط با فرزندانتون نمیگین من نحوه رفتارم با این بچه چجوریه، دارم بهش توهین میکنم، داد میزنم، نمیدونم تنبیهش میکنم، حرفای بد بهش میزنم و دارم شخصیتش رو تخریب میکنم، اون باید به حرف من گوش بده چون من مادرم. نه، همون بچه هم ایگو داره، همون بچه 3 سالش هم ایگو داره، واسه خودش منیت خودش رو میخواد به مسئله ظهور برسونه، میگه من هستم. ولی ما فکر میکنیم که همه اینا اسرایی هستن که حالا تحویل ما داده شدن که ما بایستی به عنوان یک کسی که حاکم بر اینا هستیم تمام مدت از اونا اطاعت بخوایم. این اشکال ارتباطات خانوادگی در ارتباط با فرزندان، در ارتباط با همسران. آقا دلش میخواد خانم اونطوری که اون دلش میخواد باهاش رفتار کنه، خانم هم دلش میخواد اون آقا آنطوری که اون میخواد رفتار کنه. اینجا اشکال به وجود میاد. اینجا چیزی که به وجود میاد اینه که من میخوام رفتارهای اشکال دارم و ادامه بدم، تلفن زنگ میزنه. باز کنم بردارم. هلو، خب من فکرم شما برمیدارین. برحال ببینین، اشکالاتی که در این رابطه هست و هیچ کس نمیخواد خودش رو تغییر بده، هیچ وقت نمیخواد کسی بیاد و یه روشی رو برای اصلاح اشکالات خودش انتخاب بکنه و اونو تمرین کنه. همه ما حاضر آماده خوریم، میگیم یکی دیگه حالش خوب شه، یکی دیگه رفتارش عوض شه، یکی دیگه باید به میل من رفتار کنه تا من حالم خوب بشه. اینقدر من توی تراپی اینجوری دیدم، حتی میخوان اطاعت محض بچه هاشون، حالا بچه 9 ساله، 10 ساله، 5 ساله، 6 ساله، میخوان اونا تحت کنترل مثلا مادر یا پدر، مثلا مادر باشن که آنچه رو که اون میخواد باید رفتار کنه، باید با رفتارهای پرخوشگرانه، با رفتارهای بسیار اشتباه میخوان بچه به حرف اونا توجه کنه و آن روشی رو انتخاب بکنه که اونا دلشون میخواد. من این درست میتونم بگم بدترین نوع ارتباطه. چطوری که ما به خودمون نمیایم؟ یعنی من بگم من چه چیزی در وجود من هست، یا بپرسم از همسرم، حالا خانوم یا آقا، چه چیزی رو در من تو نمیپسندی؟ میتونی به هم بگی؟ ما بیام شروع کنیم تغییر کردن. ببینید تغییر جز لاینفک زندگیه، یعنی به هیچ وجه نمیتونیم اونو جلوشو بگیری. جهان در حال تغییر و تحوله، فصول تغییر و تحوله، یعنی هر چیزی رو که نگاه کنی همش در حال تغییره. بدن ما همینطور در حال تغییر و تحوله، ولی رفتارمون رو نمیخوایم. میگیم مرغ یه پا داره، این من اینم که هستم، میخوای بخوای میخوای نخوا، تو باید خودتو تغییر بدی. تو ارتباطات زناشویی، تو ارتباطات خانوادگی، و این اشکالات به این شکله که مثلا خانمه که با من در تراپی بود میگفتش که من با همه قطع رابطه کردم، چون اون چیزی رو که من میخوام یا ارتباطی رو که من دوست داشتم این دوستان با من برقرار نکردن و الان تنهایی تنهام. وقتی که مقرره همه به میل من رفتار بکنن، خب تنها میشم. یاد بگیریم نرمش داشته باشیم، یاد بگیریم
این فلکسیبیلیتی رو داشته باشیم که بتونیم بفهمیم کجا اشکال وجود داره و اونو تقریبا وقتی با آدم کار میکنم یعنی اساسا از درون اون تغییر رو در اونا به وجود میارم. سطحی نیست، ظاهری نیست دیگه. اون رفتارها وقتی تمرین میشه و کار میشه باهاش توی جلسات متعدد دیگه اونا شرطی میشه، اون رفتارهای جدید تو اونا دیگه نمیتونن برگردن به اون روابطی که قبلا داشتن و اشکال داشت. ببینین ما نیاز داریم یه ذره کار بکنیم روی خودمون، ببینیم کجا اشکال داریم، کجا در ارتباط با مثلا همسرمون، فرزندمون یه جوری اشکال به وجود میاریم. هر کدوم ما، کسایی که عاقل و بالغ، پدر، مادر، زن، شوهر، یه مقدار فلکسیبیلیتی یا نرمش داشته باشیم که بگیم خیلی خوب، من قبول کردم این اشکال رو دارم و میخوام اون تغییر رو به وجود، و من اون تغییر رو در همه به وجود میارم، در کسایی که توی تراپی هستن، چه بخوان چه نخوان، یا یاد میگیرم بر اثر تمرین و استمرار، بر اثر اون تمام و هیپنوتراپی انواع مختلف درمان ها رو ما اینها انجام میدیم و یاد میگیرن چجوری رفتارها رو تغییر بدن، چجوری حواسشون باشه که تو ذهنشون چی میگذره. تمام این روش ها و تکنیک هایی هستش که سالها من درسشو خوندم، تمرینش کردم، کار کردم و نتیجهش هم دارم میبینم روی تمام اون کلاینت هایی که همشون نتیجه میگیرن. من بخوام انسان ها به اون رشد خودشون، به اون ارزش خودشون، به اون والا بودن گوهر وجودشون پی ببرن و بفهمن که چقدر گوهر گرانبهایی هستن و چطوری میتونن منبع خیر و برکت و خوشی و شادی باشن، نه اینکه نفرت پراکنی، غیبت و خیلی چیزای دیگه که حالا در ما اطراف خودمون میبینیم، حالا چه توی آمریکا چه توی ایران، و ما بیایم و اونا رو تغییر بدیم. یکی از کلینت های من که رفته ایران از اینجا گردش یا برای هر چیز کار داشته، برای من پیغام فرستاده بود توی فیسبوک که خانم دکتر، این جوانان اینجا خیلی به شما نیاز دارن و جای شما اینجا خیلی خالیه براشون که باشون کار بکنیم و اون روش های درست رو بهشون یاد بدین. خیلی هم دوست دارم که خب باشم در جمع جوانانی که تو ایران هستم و سالها هم من اونجا خدمت کردم، سالها هم من مطبم میدونه ونک بود و خیلی کارهایی که کردم. خب دوست دارم هموطنان داخل مملکت هم کمک کنم. خب شرایط یه جوری نیست که من بتونم برم و اونجا بتونم ساکن بشم. حالا دارم فکر میکنم ببینم خب چه جوری میشه. خیلی دوست دارم خدمت کنم، ولی الان از تمام دنیا، ایرانیای همه جای دنیا خب با من مشاوره دارن، زنگ میزنن اشکالاتشون و باشون جلسات مشاوره ای برقرار میکنم از همه جای دنیا و یاد میگیرن که چه جوری خود دوستی رو در درون خودشون بپرورونن. متاسفانه ما خود دوستی رو تمرین نکردیم، یاد نگرفتیم به اندازه کافی خودمون دوست داشته باشیم و بیشتر اون حقارت در درون ما هست، چون اونو تزریق میکنن از بچگی. و شما مثلا تو فیلم ها میبینین بچه کوچیکه رو تو لسک، قورباغه، نمیدونم فلان، بیا اینجا، یعنی تحقیر رو به معنای واقعیش داریم روی اون بچه، به جای اینکه اون بچه رو نوازشش کنیم، احترام بذارین و به اون بچه سلام کنین، دست بدین. یعنی حالا دست که دیگه الان خب یه ذره قدغن شده به خاطر این بیماری ها، اما احترام فکر میکنین بچه هست نمیفهمه، باید هرچی دلتون میخواد بهش بگین. و توی این فیلم ها دارن همین کارا رو میکنن، دارن چی رو، چه فرهنگی رو یاد میدن به ما که اون بچه رو ما تحقیر کنیم. شخصیت آدم ها رو با این حرفایی واقعا اشتباهی که با اونا میزنیم
زیر سوال ببریم. خب این متاسفانه فرهنگ سازی که نمیشه هیچی با این فیلمایی که درست میکنن، در حقیقت یه حالت تخریب شخصیت، تخریب شخصیت انسان. از اون بچه باید ما از بچگی ریسپکت کردن، احترام گذاشتن و عشق و محبت رو به اون یاد بدیم تا اونم بتونه پرسونالیتی سالمی رو در خود، در اون فرد ما به وجود بیاریم. ما مسئولیم. ما فکر میکنیم که ما به ما چه، بچه‌مون حالا چی میخواد بشه، هر حرفی رو بهش بزنیم، تنبیهش بکنیم، حرف بعد بهش بزنیم یا هر جوری تحت کنترل بخوایم نشستیم. نه، شما حتی بچه‌تون هم نمیتونید کنترل کنید. اون هر انسانی از همون موقعی که دنیا میاد، دو سالگی دیدین بچه، من یادمه که یکی از این کلاینت های من که من میخوام به بچه‌م غذا بدم، یه سال نیمش بود رو صندلی میشونم، دهنش رو میبنده و نمیخواد باز کنه، نمیخوره. یعنی اون بچه یاد میگیره که اگه یه کار رو نخواد بکنه، حالا نمیتونه حرف بزنه ولی دهنش رو میبنده، میخوای غذا بهش بدی نمیخوره. خودش یه روشیه که انسان ها از اون واقعا بعد به تولد و حتی یک سالگی یاد میگیرن چجوری مقاومت اون مادر رو در هم بشکنن که بخواد به زور به یه چیزی رو تو دهن این بذاره. یعنی ببینین خیلی انسان ها اسمارت و قوی هستن. اون بچه ترفنده رو میدونه، میدونه که اگه بخواد نمیتونه که حریف اون مادر بشه، دهنش رو میبنده، باز نمیکنه. و اون مادره به زور برداشته بود، به زور یه دونه تخم مرغ درست‌تر کرده بود تو حلقه، این که نمیدونم دیگه دعوا شده بود و چون اومده بودن توی تراپی مالق چند سال پیشه پدر و مادر که نزدیک بوده بچه خفه بشه. ببینیم ما انقدر میخواییم با فرس و زور و جبر یاد گرفتیم، نمیدونم، همه چیز رو میخواییم بگیم اگر الان دهنشو باز نمیکنه، اطاعت نمیکنه، من به زور میخوام این کار بکنم. چون نمیدونم، فرهنگ ما اینه که همه چیز رو به زور میخواییم تحمیل بکنیم. حالا همسر به خانمش میگه اون لباس رو نمیخوام، اینو میخوام، یه چیز یعنی بسیار بیمعنیه که ما بخوایم چیز خصوصی همسرمون رو تحت کنترل قرار بدیم و بگیم نه اونو نپوش، نباید اون کارو بکنی. هر کسی با توجه به تناسبی که در جامعه هستش میتونه لباسی رو انتخاب کنه و ما حق نداریم. اینا چیز خصوصی آدم هاست. فکر میکنیم ما مالک اون آدم هستیم و این مالکیت باعث میشه که من بیام و همه چیزش رو بخوام کنترل کنم. نو، بدترین روشه. حالا ما اجازه بدیم بریم برای یک آگهیایی که مال دخترای من هست و همیشه هم صحبتش رو کردم، آتوسا و پانتا، چون تو جامعه ایرانی تبلیغی ندارن، من تو برنامه خودم میذارم لااقل شناختی پیدا بکنن با اینها، و چون آدم های بسیار ماهری هستن در شغلشون و در خدمت به جامعه آمریکایی یا ایرانی. پس میریم برای این. دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیز با بیش از 15 سال تجربه و استادیار با سابقه دانشگاه UCLA، متخصص ردیف کردن و زیبایی دندانها، درمان نوهنجاری‌های فک و صورت، اینویزیلاین در کودکان و بزرگسالان سنین 7 تا 75 سال، دارای درجه تخصص ارتودونسی از دانشگاه کلمبیا در نیویورک، استادیار دانشگاه UCLA بخش ارتودونسی، عضو انجمن ارتودونتیست‌های آمریکا و کانادا، عضو انجمن دندانپزشکان آمریکا و کالیفرنیا، قبول اکثر بیمه‌های درمانی، وام دندانپزشکی، پرداخت مایانه بدون بهره. تلفن تماس 310-444-11-13 310-444-11-13 دکتر آتوسا نیکاین ارتودونتیست. Hi, I'm Dr. Panta Nikain from Golden Hilton Beauty Center.
What if I can tell you you can lose 2 to 4 inches today in under an hour without any pain or downtime? How does it sound? We'd love to welcome you to Golden Health and Beauty Center, where we offer cosmetic, alternative medicine, and medical services all under one roof. UltraSlim is the only FDA-cleared body contouring device for instant fat loss and instant tightening without any pain, downtime, no exercise, no diet, no surgery, and no drugs. So clients can get the results without going through the pain and the downtime. When the client walks in, we do the consultation with them, we show them the before and after photos, pretty much explain to them what to expect, and how often they can get this treatment done, and what results they can expect really from this treatment. Usually do 6 measurements from those areas that we're treating before the treatment, and we re-measure those areas after the treatment to let the client know how many inches they lost on that very same day. The client gets on the table, gets on their back, we treat the abdominal area first, and then we treat each side, and then we treat the back. And after that, the client is done and goes on to the other room to go on top of the whole body vibration machine to kind of shake off that fat that UltraSlim just broken down, sort of working on the lymphatic stimulation on the body to make sure that every bit of that fat we just broken down gets out of their system. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. مجددن درود به همه شما عزیزانم. من میخواستم امروز در مورد این کتاب های خودم، جادوی باور و رمز موفقیت و ذهن خلاق، از سال 2005، یعنی در حدود 16 ساله که من این کلمه رو، رمز موفقیت رو، من واقعا روند بازار کردم که دیدم حالا دارن ازش استفاده میکنن، رمز موفقیت. اینو من 15 سال پیش این کتاب چاپ شد و این کتاب جادوی باور، یه سری داشتم چیزا رو نگاه میکردم، چقدر مطالب زیبایی داره که شما میتونین از این کتابا، اصلا مبلغ نیست، این کتابا رو دستمایه برای خودتون نگه دارین و ازش استفاده کنیم. من اصلا فروشنده هیچ کالایی نیستم که بگم آی بی برو سی دی آی منو بخر اونو بگیر، نه اصلا. مهم اینه که اینو همیشه نگه میدارین، این برای شما دستمایه است. شاید حالا اشتباه من اینه که نمیام زیاد تبلیغ کنم، نمیام زیاد آدم ها رو فورس کنم حالا برو مثلا سی دی آی منو بخر یا تو اون نوشته تو این، نه، نگاه کنید. مثلا این جادوی باور من بازش کردم دیدم نوشته موارد ذکر شده در ذیل رو تمرین کنید. رنجش زدایی، آیا تا حالا رنجش زدایی کردین؟ رنجش زدایی یعنی چی؟ وقتی یکی از من رنجیده، نه حق با منه، من نمیرم هرگز مندن، یعنی ما اینقدر اشکال داریم، اینقدر اشتباه فکر میکنیم که فکر میکنیم اگر بریم بگیم خیلی خوب تو اشتباه کردی، تو دلت من میام ازت معذرت میخوام، هیچی از همون کم نمیشه، ولی ما حاضر نیستیم و همینطور این کینه ها رو توی دل خودمون و دیگران انبار میکنیم. این بدترین نوعیه که ما داریم با خودمون و دیگران رفتار میکنیم. اینجا نمیشتم رنجش زدایی بکنین، حالا از فرزندتون، از بچهتون، از هر کی که اطرافتون هست، برین، هیچ عیبی نداره. من کوچیک نمیشم برم بگم I'm sorry، من معذرت میخوام، من اشتباه، حتی اگر اشتباه اون بود، این نهایت نادانیه که من منتظر باشم یکی دیگه بیاد از من معذرت بخواد بیاد تا من باهاش آشتی کنم. این نهایت نادانیه. ما انسان ها اشرف مخلوقاتیم،
اما کارایی میکنیم که والا باعث تعجب میشه. چه مانعی داره اگر اون حالا یه اشتباهی کرده، یه اشکالی به وجود آورده، من برم پیش قدم میشم، من برم و اون روش رو انجام بدم. دیگه این که نوشته خوبی های انسان ها رو ببینیم، یعنی نگاه کنیم به خوبیاش، نه این دنبال عیبش بگردیم. جوینده یه عیب نباشین، یابنده یه عشق باشین. پذیرش خود و دیگران آنطور که هستن. من حتی وقت خودم رو نپذیرفتم از خودم بدم میاد، چون مثلا این اشکال رو دارم، اینطوری هم چاقم بیریختم، نمیدونم قدم کوتاست، مشکلم این، یعنی تمام مدت دنبال یه ایرادی در خودتون میگردین که خودتون بدتون بیاد. این کارو نکنین، همه جور خودتون رو در برای همه چیز تحسین بکنین و بیاین ببینین اشکالاتتون چیه، اونا رو بیاین روش کار بکنین و رفعش بکنین. دیگه بخشیدن خود و دیگران، این چیزایی که توی صفحه صد کتاب جادوی باوره خیلی درس‌های زیبایی داره بهتون میده. بخشیدن خود و دیگران، این همیشه به عنوان دستمایه میمونه و الا مراحل رشد از بدو تولد تا یه سالگی تا دو سالگی، اینا رو تمام تو کتابای مختلف نوشته شده. حالا این کارو بکنین، اون کارو بکنین، شیر بچه رو اونطوری بدین، این اینا چیزایی نیستش که دستمایه خود آدم باشه، اینا رو رو نویسی میکنیم میذاریم براتون، اما اینا چیزاییه که نکاتیه که به درد زندگیتون میخوره و میتونین روی اونا زندگیتون رو تغییر بدین. بخشیدن خود و دیگران، بخشیدن خود یعنی چی؟ یعنی ما تمام مدت وقتی که من میگم من اونو نمیبخشم به خاطر اشتباهاتی که کرده، یعنی من در حقیقت خودم رو تحت فشار قرار میدم، خودم رو دوست ندارم. وقتی نمیتونیم ببخشیم، آدم ها میتونن خطاکار باشن، اشکالی نداره، حالا شما بیاین پیش قدم بشین، اما نه اون اشتباه کرده، من نم... یعنی نادانی ها رو میخوایم تا کجا با خودمون ببریم؟ این همه نادانی که نه من آشتی نمیکنم، من نمیرم معذرت بخوام، برای چی اون ببینی اینا یعنی چی؟ اینا یعنی که نهایت عدم آگاهی ماست که بخوایم روی یه چیزی فشار بیاریم و اصلا نخواهیم قدم مثبتی. سالها میبینم کسایی هستن که تو همین لس آنجلس، من دیدم مادر و دختر 15 ساله با هم قهرن، با هم معاشرت، یعنی چطوری میتونه آدم اینجوری باشه؟ یعنی چطور ممکنه که ما انسان ها یعنی اینقدر کینه ورس هستیم؟ من داشتم توی تراپی کسایی که میگه 19 ساله، اون خانم میگه دخترم با من قهره و هیچ گونه اطلاعی از تلفن و خونش ندارم، ولی از دیگران حالشو میپرسم. این چطوری ممکنه؟ پس ببینید ما انسان ها تا کجا داریم پیش میریم؟ قهره با من، اون دخترم با من قهره، یا من با اون قهرم؟ نادانی تا چه حد؟ اگر ما عمر 9 داریم، وقتی میتونیم با عشق و مسالمت و دوستی و بخشش و ایثار با هم زندگی بکنیم، چطوریه که نمیایم اون کارو بکنیم؟ صداقت و درستکاری یکی از علائمه. تواضع و فروتنی، شما تواضع و فروتنی ندارین. منیت ما اجازه نمیده من خودم همه چیز هستم، من سلطانم، من وقتی اون منو میکنین، یعنی اون ایگوی شما ایگویست. وقتی ما میشیم یعنی نمیتونیم، چشمون رو میبندیم روی خوبی های دیگران و تمام مدت من خودم رو میخوام پیش ببرم و رعایت ادب و احترام. ولی توی این صفحه صد فقط این چند تا رو خوندم، ببینین که چقدر این کتاب ها براتون میتونه مفید باشه به عنوان دستمایه نگه دارین، یاد بگیرین بخونینش یا نکاتش رو رعایت بکنین. میتونین اشکالاتتون رو تراپی بگیرین، از همه جای دنیا دارم با من مشاوره میکنم، از آلمان گرفته، از نمیدونم کانادا گرفته، از استرالیا، از
خود لس آنجلس که خب خیلی زیاد از سان فرانسیسکو، از نیویورک، از تمام ایالات، و اون تغییرات انقدر در شما به وجود میاد که همتون میگین که وای خانم دکتر اصلا معجزه شد، من چقدر تغییر کردم. خب بیایم برای خودمون یک کاری بکنیم. این کتاب را میتونیم با تلفن 310-402-4946 که روی مانیتور هست با تلفن دفتر من زنگ بزنیم و اوردر بدین، براتون ارسال میشه توی آمریکا. برای کشورهای دیگه چون خیلی مالیات و اینا زیاد میشه و قیمتش بالا میره، خب میتونین اگر بخواین خب بعد اون هزینه رو بپردازین، ولی برای همه جای دنیا فرستاده میشه. اگر شما بخواین و اون رو بخواین اوردر بدین و سفارش بدین، همین الان تصمیم بگیرین، سال جدیده، حالا سال جدید میلادی نداره، همه جای ما که تمام جهان و جهان وطنی باید باشیم، ببینیم با خوشی کشورها خوشحال باشیم و بخوایم این ویش رو بکنیم که چه تغییری میخوایم در زندگی خودمون در این سال جدید مسیحی میلادی به وجود بیاریم. با خودتون یک تعهدی ببندید. هیچ وقت شده تعهد ببندین که چه چیزی رو میخواین تو این زندگی تغییر بدین، چه رفتاری رو میخواین تغییر بدین، رفتاری که دلپسند نیست و میخواین که شما این رفتار رو تبدیل بکنین به یه رفتار درستی که رابطه شما رو با همه خوب بکنه و اونو یاد بگیریم. وگرنه من با مادرم ارتباطی ندارم، من با پدرم به خاطر فلان چیز دیگه نمیخوام کسایی که، ولی اینا ممکنه بتونه فرمانی مواد مخدر باشه، کسایی که دارن چمیدن قرص استفاده میکنن و تحت فرمان اون مواد مخدر این حالتهای پرخوش و خشم توی اونا به وجود میاد و نمیخوان اون تغییر رو در خودشون به وجود بیارن. اگر میخواین شرایط زندگیتون چه از نظر مادی، یعنی من اون روش هایی که جذب ثروت رو هم بهتون یاد میدم، جذب افراد دیگر رو که میخواین در زندگیتون کرییت کنین رو بهتون یاد میدم. وقتی این تکنیک ها رو یاد بگیرین میبینین که چقدر میتونه کارایی داشته باشه. چطوری من میتونم فرد دلخواهمو به سمت خودم جذب بکنم، آدم دلخواهمو حتی پیدا بکنم، چطوری میتونم اون ثروت و وضعیت مالیم رو تغییر بدم و درست بکنم. تمام اونا با روش ها و تکنیک هایی که من با شماها کار میکنم واقعا به این شکل شده. کسی بوده که ماهی 1500 دلار در می آورده، وقتی که توی تراپی اومد و یاد گرفت چه روش های جدیدی رو بره و مثلا سرتیفیکیتش رو بگیره، الان ماهی 9000 دلار داره می گیره. همون که البته 8-9 ماه توی تراپی با من بوده، تمام تکنیکا رو مو به مو انجام میداد. بنابراین ما قادریم با تغییر خودمون، با تغییر تفکرمون، با تغییر حتی اندیشه‌ای که توی ذهن ماست، تفکری که غالبه بر ما و اونو یاد میگیریم که چجوری اون تفکر رو تغییر بدیم، چجوری و به چه سمتی متمایلش کنیم. اون موقع هستش که ما یاد میگیریم با این طریق پیشرفت بکنیم. اون نیستش که من بخوام شما رو سرزنش کنم، چرا این کارو کردی، چرا مثلا مادرت دیر ازدواج کرد، یا چرا خواهرت با تو اینقدر فاصله است. چرایی وجود نداره. چرا رو فقط تو دادگاه باید جواب بدین. هر کس به شما گفت چرا، جوابشو ندین، به دلیل اینکه هیچ کس این قدرت رو نداره که از ما مؤاخذه کنه. چرا مثلا برادر 4 سال از تو کوچیکتره، چرا تو مثلا مایق، چرایی وجود نداره. هر وقت که چرا گفتیم رابطه‌مون خراب میشه. چرا بدترین سؤاله که حتی اگر بچه‌تونم بکنی،
چه برسه ما مثلا تو تراپی یا بخوایم چیز بکنیم همش چرا چرا برش بیاریم، چون نمیدونه چرا مثلا مادرت اینقدر فاصله سنی بین تو و برادرت ایجاد کرد. خب این چه میدونه؟ اون مادرش بوده که اون تصمیم گرفته، شاید همسر دوم گرفته فاصله شون اینجور. یعنی ما اجازه چرا نداریم. حواستون باشه، چرا دیر ازدواج کردیم؟ حالا چرا ازدواج نمی کنیم؟ چرا بچه دار نمیشی؟ این چراها، اگر کسی سوال میکنه چرا، نادانیه. و اگر ما جواب بدیم به این چراها، نادان تریم. به کسی ربطی نداره زندگی خصوصی شما. همیشه گفتم توی دادگاه میگه چرا سیلی زدی به این؟ رئیس دادگاه فقط اجازه داره به شما بگه چرا. هیچ کسی دیگه حق مؤاخذه نداره و چرا چرا گفتنو. همیشه من دارم این تکنیک و روش ها رو به شما یاد میدم. شما مسئول نیستین جواب چراها و کنجکاوی های مردم رو بدین. یا مثلا توی تراپی سوال پیچ کنیم فرد رو، مثلا چرا مثلا پدرت ما مادرت زندگی نکرد، چرا مثلا این بچه فاصلش با تو کمه زیاده. اینا به اون آدم چه ربطی داره؟ ما چرا وجود نداره بگیم. وقتی میگیم چرا، رابطه ما خراب میشه. یعنی اینو من دارم تکنیک به همه کس بگم که دارن تراپی میکنن یاد میدم. چرا گفتن میبره آدم ها رو تو استفهام، و این استفهام رابطه ما رو خراب میکنه. برای اینکه احساس رئیس بودن میکنیم به هیچ کس. چرا دیر اومدی؟ میتونیم رفتارمون رو تغییر بدیم. چطور شد دیر اومدی؟ یعنی وقتی چرا میگیم میشیم رئیس دادگاه. ولی چطوره ملایمه، یعنی از سیمپاتی ایمپاتی میاد، یعنی حس دارم باهات. اما وقتی بلد نیستیم روش های ارتباط اینجوری رو، دعوا رو میفته، مشکل به وجود میاد. و من تمام این روش ها و تکنیک ها رو ریز به ریز بهتون یاد میدم و همه هم موفق بودن. کسی نبوده که توی تراپی با من باشه و به اون نتیجهی که میخواد نرسه. برای اینکه ما انسان ها قدرت داریم. من از قدرت های شما که در درونتون هست برای بهبود شرایطتون استفاده میکنم و اون قدرت هاتون رو شاینی میکنم و میفهمین کجا. ما همه از ضعف ها نمیتونم، نداریم، مشکله. وقتی اینا رو میگی داری خودتو میبری داون، یعنی میبری که یعنی من هیچم. اما ما اشرف مخلوقاتیم، ما قادریم. چون به قدرت هاتون که فکر میکنین، اون موقع استش که اون ارزش هاتون رو میاین و زندگی میکنین و اون ارزش ها رو به کار میبندین در موفقیت خودتون، در انتخاب راههای زندگیتون. اما متاسفانه وقتی که ما به کمبودها تکیه میکنیم، کمبودها رو میاریم توی ذهنمون، تمام اونا رو انقدر شما قادرین، ما اون دینمون ریزترین ذره وجود ما حاوی بکراند سالهای ماست و ما این قدرتها رو بالقوه در وجودمون داریم. میخوایم که از این قدرت‌های درونی برای بهبود زندگیمون استفاده کنیم، برای بهبود رابطه‌مون، برای جذب ثروت، برای جذب موفقیت، همه اینا. حتی در شغل میخوایم موفق بشیم، تکنیک و روششو یاد دادم، یاد میدم به آدم‌ها چجوری میتونن حتی این روش ها رو استفاده کنن. حتی روش های مصاحبه ای که برای شغل میرن و من باهاشون کار میکنم. یعنی یاد بگیریم قدرت هامون رو زندگی بکنیم و تکیه بر ضعف هامون نکنیم. هر وقت که من سخن نگاتیو و منفی در مورد خودم میگم، یعنی من خودم رو نادان و ناتوان و ناچیز و همه جور فرض میکنم. اینجا من یک سری چیزایی در ارتباط ما، این که ما کنار اومدن با آدم های مشکل دار. آدم های مشکل دار که هن لجوج و مستعد مشاجره. اینا رو نوشتم براتون که به اشخاص انتقادگر. بعضی ها رو میبینی همش در حال انتقادن. اون پدر مادرهایی که بچه هاشون رو کریتیسایز میکنن، حرفای نگتیو بهشون میزنن، دیسکاریجشون میکنن، یعنی واقعا اونا رو باعث میشن که ناامید بشن، نخوان
دنبال اون ترقی برن. ما باید داناییمونو به کار ببریم در ارتباط ما همه آدم ها، نیایم پوددان کنیم، تحقیر کنیم و اینا. اگر میکنین اشکال دارین. ببینین شما جزو کدوم یک از این افراد هستین؟ لجوج و مستعد مشاجره، آدم های انتقادگر هستن، تمام مدت دارن انتقاد میکنن. اگه بهترین کار رو هم براشون بکنی، باز دوباره اینا یه آتویی پیدا میکنن که اونجوری تو رو بخوام بکوبن و تحت تاثیر قرار بدن. شما هم وقتی میاین برای این که بهش میگین چرا اون کار رو کرده، اون چراری که میگه، شما شروع میکنین با برای این که جواب دادن. گفتم به هیچ کس ما چرا نمیتونیم بگیم، چرا فقط تو دادگاهه، هیچ دلیلی نداره برای جواب اون چرا رو بدیم. یادمون باشه بهترین کارهایی که میکنیم، ببینید آدمایی که همیشه شاکیان، ببینید با کدوم حالی دوایید. بعد من در مورد اینا باهاتون صحبت میکنم و میتونین مشاوره بگیرین، میتونین خودتون رو تغییر بدین به جای اینکه حالا برین چهار تا رستوران و چهار تا نمیدونم کنسرت. بیاین برای خودتون هزینه کنین، یه عمر خودتون رو ساپورت بکنین، یاد بگیرین که شما قادرین، شما در حقیقت میتونین تا آسمان ها بریم. ما اون دی ان ای که توی وجود ما هست، اگر از اونا بخوایم الهام بگیریم، میبینیم که وای ما چقدر میتونیم با قدرت باشیم، میتونیم چه کارهایی رو بکنیم. اما همیشه خودمون رو ناچیز و فرض میکنیم. یکی هم اشخاص که همش محتاج کمکن، آدم های شاکی کهنه کار، اشخاص سطحی و خسته کننده. حالا من روششون گفتم چگونه ما میتونیم با این نوع افراد ارتباط برقرار کنیم. این افرادی که همش در حال گله و شکایت و چیز هستن از ما، بنابراین درود بر شما، بفرمایید. سلام دکتر، خیلی سپاسگزارم، بفرمایید. مرسی از زحماتی که برای جامعه ایرانی میکشید، ما سپاسگزاریم. منم از شما سپاسگزارم که گوش میده. خواستم بگم من افسردگی دارم، دوام میخورم، ولی فکرهای نگاتیو میاد دارم همیشه. بله، افسردگی چون که شامل نگتیو تاوتز، افکار منفیه، کدوم دارویی میتونه افکار منفی شما رو کنترل کنه؟ اونایی که میگن افسردگی، کدوم؟ همش فکر میکنم مثلا دور ازشون یکی میمیره، یا اینکه فکرای تو خونه که هستم خیلی فکرای نگاتیو میاد. بله، بنابراین که هیچ کس با قرص ها و داروهای ضد افسردگی نمیتونه افسردگیشو از بین ببره، چون اون منبعی که باعث افسردگی میشه اون نگتیو تاوتس، افکار منفی. این افکار منفی رو که داروها نمیتونه از بین ببره، اون داروها شما رو تخدیر میکنه، میخوام این صبح بلند میشه فکر میکنین نو. اینا روش میخواد که بعد یاد بگیرین نحوه پازیتیو تاوت چجوری کار بکنیم. من اینا چیزاییه که واقعا من تونستم با تمام کسی که حتی افسردگی داشتن انقدر پدرنا و الگوهاشون رو تغییر دادم از نظر تفکر، تونستن اون تغییر رو بکنن. اینا با دارو درست نمیشه. دارو شما رو تخدیر میکنه، میخوابونه، بعدم بلند میشه صبح باز اون افکار میمونه. و میتونین حالا مشاوره بگیرین، روشاشو یاد میدم، چون من آخر برنامه‌م هست، وقتی ندارم، یه دقیقه بیشتر وقت ندارم که در این مورد صحبت کنم، چون برنامه بعدی میخواد شروع بشه، نمیخوام وقت برنامه بعدی رو بگیرم. اگر میخواین درمان بشین، میخواین مشکلاتتون رفع بشه، میتونین با من مشاوره بگیریم و من شما رو تشویق میکنم. اصلاً چیز انتفاعی و اونجوری به اون شکلی که ممکنه بقیه بخوان فکر کنن نیست. من
اسپریچوالم، دوست دارم به همه کمک کنم. خب هزینه هست ولی نه اونچنان که شما نتونین از پسش بر بیاین، ولی میتونین تراپی بگیرین، تغییر کنین مشکلاتتون رو، حالا هر چی باشه راه حل داره و شما قادر هستین که اون تغییر رو در خودتون به وجود بیارین. پس بنابراین با همون شماره تلفن دفتر من میتونین 310-402-4946 تماس بگیرین و من در خدمت همتون هستم و دوست دارم به شما خدمت کنم، دوست دارم شما رو تغییر بدم. لذت میبرم وقتی میبینم که چقدر امیدوار شدین، چقدر موفق شدین، چقدر یاد گرفتین که قدر خودتون رو بدونین. اینا خیلی بر من مهمه و من همتون رو، کسایی که توی تراپی، تشویقشون میکنم. واقعا I am proud of them که تونستن تمام روش ها و تکنیک هایی که بهشون یاد دادم انجام بدن و موفق بشن. این خیلی مهمه. چیزی نیست که من بشینم بگم آهان تو راست میگی. نو، من روش میدم، راهکار یاد میدم، تکنیک یاد میدم، میگم بره تمرین کنه، اونا رو میپرسم. اینا چیزایی نیستش که همه کار کنن. اینا بر مبنای این همه تجربه ای که من سالیان سال دارم و میدونم جامعه ایرانی چه اشکالاتی داره، چه نیازهایی داره و بر مبنای این شناخت دوست دارم هدایتتون کنم، بهتون کمک کنم و این پیامم بهتون بدم که من واقعا همتون رو دوست دارم و دوست دارم که همتون موفق باشین، شاد باشین و رشد کنین در جهت رو به بالا. اوکی، درود بر همه تو. منم با وجود شما افتخار میکنم. قربونتون برم، سپاسگزارم. پس بنابراین ما عمودی میخوایم صعود کنیم، نه افقی. پس بنابراین با هم دیگه بریم برای بهتر ساختن یک زندگی پر از امید و شادی و موفقیت و برکت و ثروت و مهربانی. با تشکر از آقای مهندس اندرو، کارگردان فنی بسیار همکاری خوبی دارن، خانم اصل که اصل هستن و شیرین، و آقای میرچی که همیشه لطف دارن به من، سپاسگزاری میکنم و تا درود دیگر بهتون بدرود میگم. خدا نگهدار. قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، تقدیم می‌کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب‌های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی آمریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی، آشنای جامعه ایرانی، فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا، با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.